با بررسی وضعیت بازار بورس در سال 1400 در خدمتتون هستیم سلام خدمت همه دوستان بنده سینا سایان هستم و در کانال یوتیوبمون یک سری آموزش ها بورس و فارکس و ارزهای دیجیتال قرار میدیم اگه تا حالا در کانالمون عضو نشدید حتما روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله کنار رو هم روشن بکنید تا ویدیوهای بعدیمون به دستتون برسه اما قبل از اینکه به بررسی وضعیت بازار بورس در سال 1400 بپردازیم من یک خبر خوشی که تا حالا در چند ویدیوی قبلی هم گفتم رو دوباره تکرار میکنم از چند روز آینده دوره آموزش فارکسمون در کانال یوتیوب رو استارت میزنیم حدود 50 تا 60 جلسه آموزش فارکس رو خواهیم داشت که این ویدیوها تماما در کانال یوتیوب آپلود میشه و به صورت رایگان در دسترس شما علاقمندان قرار میگیره و بریم ببینیم بازار بورس در سال 1400 چه حرکاتی رو طی خواهد کرد و نتیجتا چه سود و ضرری رو به ما میده قبل از اینکه بخوایم نتیجه گیری کنیم که ببینیم بازار بورس سعودی خواهد بود یا نزولی باید یک سری پارامترهایی که به بورس موثرن رو با همدیگه بررسی بکنیم اولین پارامتری که بر بورس موثر اعتماده در تمام اقتصادهای دنیا اعتماد مردم نسبت به بازارها و اقتصادها خیلی مهمه یعنی مهمترین پارامتر در هر اقتصادی اعتماد مردم به اون اقتصاده متاسفانه چندین سالیه که اعتماد از اقتصاد ایران رفته و با اتفاقاتی که در سال 99 برای بازار سرمایه افتاد این اعتماد دو هم خیلی به مراتب کمتر کرد نسبت به بازار سرمایه پس ما از منظر اعتماد عمومی یک کاهشی رو خواهیم داشت اما پارامتر بعدی که میتونه تاثیر بذاره بر بازار بورس رفع تحریم های اگه تحریم های یک رفع بشه و FATF تصویب بشه و ایران از لیست سیاه FATF خارج بشه تولیدات شرکت ها افزایش پیدا میکنه و صادرات زیاد میشه و از این جانب بازار میتونه یک زودی رو داشته باشه اما تو ویدیوهای قبلی ما بررسی کردیم که این دوتا با هم دیگه عملا زیاد ممکن نیست یعنی اینکه هم برجام اوکی بشه و همین که FATF تو رو کامل اجرا بشه اینا عملا خیلی نمیتونن با هم دیگه رخ بدن پس احتمال رفع کامل تحریم ها هم عملا از بین میره در نتیجه احتمالا رفع تحریم خاصی رو ما شاهد نباشیم و از این جانب ما یک کاهشی رو در بازار سرمایه شاهد هستیم یعنی رفع تحریم نمیتونه یک پارامتر مثبتی باشه برای بازار سرمایه سه با این پارامتری که بر بازار سرمایه تاثیر میذاره سیاست های پولی و بانک مرکزی و قیمت عرضه در ویدیوهای قبلی ما بررسی کردیم که قیمت ارز احتمالا در سال آینده افزایش پیدا میکنه و ما کسی بودجه زیادی رو خواهیم داشت به همین دلیل پارامتر سوم میتونه یک تاثیر مثبتی رو بر بورس و بازار سرمایه ایران بذاره اما پارامتر چهارم که یک پارامتر خیلی 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 مهمی، قیمت کامودیتی ها هستن ما در بازار جهانی یک تورمی رو داریم که قیمت کامودیتی ها هم در حال افزایشه و احتمالا این افزایش هم ادامه دار باشه و برای بازار سرمایه ای مثل بورس ایران که مواد اولیه محور هست این افزایش قیمت کامودیتی ها خیلی میتونه تاثیر مثبتی رو بر بازار سرمایه بذاره پس پارامتر چهارم هم میتونه یک تاثیر مثبتی رو بر بازار سرمایه ایران بذاره اما پنجمین پارامتر ارزش ذاتی شرکت هاست الان قیمت خیلی از سهم‌ها پایین‌تر از ارزش ذاتی اونهاست پس سرمایه‌گذارا رو مجاب می‌کنه که به سمت شرکت‌هایی برن که فاصله قیمت و ارزش ذاتشون زیاده و ما حتی الان میتونیم در بازار سرمایه سهم‌هایی رو پیدا کنیم که پی بر های زیر چهار دارن که در 12 تا 18 ماه اخیر بیسابقه بوده پس پارامتر چهارم هم میتونی یک تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه بذاره اما در نهایت اگر یک جمبندی بخوایم از پارامترهای مختلف موثر بر بازار سرمایه بذاریم در نهایت به این نتیجه میرسیم که احتمالا بازار سرمایه در سال 1400 یک سعود خیلی ملایمی رو خواهد داشت این سعود ملایم در قالب موجهای نوسانی شدید به سمت بالا و پایین خواهد بود برایند این موجهای نوسانی به سمت بالا و پایین نتیجتا مثبت و رو به سمت بالاه اما این رو به سمت بالا بودن خیلی شدید نیست و انتظار وقایعی که در ابتدای سال 99 رخ داد رو اصلا نداشته باشید برای سال 1400 من توصیه میکنم در شرکت هایی که ای محورند و سوداوری بسیار بالایی دارن و پیبری های پایینی دارن میتونید بدید میان مدت سرمایه گذاری بکنید و سود مجمع اونا بهره ببرید و همچنین به صورت بلند مدت اونا رو نگه دارید و بخش کوچیکی هم از سرمایه‌تون رو اختصاص بدید برای نوسانگیری از سهم‌های دیگه اما اگه بخوایم در مورد شاخص کل صحبت بکنیم احتمال اینکه شاخص کل بتونه زیر یک میلیون بیاد احتمال کمی هست و همچنین احتمال اینکه شاخص کل بتونه سقف دو میلیون صد قبلی رو هم پس بگیره بازم احتمال کمی هست احتمال زیاد شاخص کل در یک بازه بین یک میلیون و دویست تا یک میلیون پونسد نوسانهایی رو انجام میده که شما با یک بخش از پولتون میتونید نمسانگیری ها رو انجام بدید و بخش اصلی پولتون رو در سهم های ای محور که سوداوری زیادی دارن قرار بدید دقت کنید این تحلیل ها بر حسب وقایعی که در طول سال اتفاق میفته ممکنه تغییر کنه یعنی یک دفعه ممکنه هم آمریکا بر جام برگرده و هم ایران از لیست سیا خارج بشه که تحلیل ها اون موقع 180 درجه با تحلیل های الان فرق میکنه و یا ممکن اصلا یک واقعی رخ بده که ما الان متصورش نیستیم مثلا فرض کنید یک ویروس جدیدی میاد که البته احتمالش خیلی کمه اما به هر حال ما باید پارامترهای بیرونی رو هم مؤثر بدونیم امیدوارم نکات خوبی از این ویدیو یاد گرفته باشید اگه یک نکته از این ویدیو یاد گرفتید حتما دکمه لایک رو بزنید و اگه تا حالا در کانالمون عضو نشدید روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله کنار رو هم روشن بکنید تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار